خداوند بخشنده مهربان، سلام تقدیم تک تک شما بیننده های خاص و دوست داشتنی تلویزیون جهانی خورشید. شما را خوش آمدید میگم به اولین برنامه هفت گنج امشب. من میفهمم که همگی تان به صبرانه منتظر هفت گنج بودین. خوشبختانه بالاخره آغاز شد و یک برنامه کاملا متفاوت، تعلیمی، سرگرمی و یک برنامه ای هست که کسایی که دوست دارن بهترین نمرات را در امتحان کانکور مکتب دانشگاه بگیرن پس بیننده هفت گنج باشین و شما هم میتونین اشتراک کنین با شماره تماس برنامه که 0782-2025-00 هست. کسایی که سنشان اضافه تر از 20 سال هست میتونن اشتراک کنن. پس خیلی خوشحال هستم که امشب من میتونم با همراهی شما عزیزای دل و همچنان یک سلام باید تقدیم حاضرین در تالار کنم. خیلی خوش آمدین و شما را خوش آمدید میگم به هفت گنج امشب. خب همونطور که میدانین ایجا ما 30 میله داریم. این 30 میله ما تمامش پول داره و یعنی نمیتونم بگم تمامش 18 میله با پول داریم و 12 میله بدون پول. بعضی میلای دیگه بدون پول است. اما من معلومات بیشتر زمانی برای شما میگم که اولین اشتراک کننده اولین برنامه هفت گنج که دو شخصیت بزرگوار هستن دعوت میکنیم بر روی استیج بیاین و برنامه رو با اینا آغاز میکنیم. لطفا یک کف محکم به افتخار این دو شخصیت بزرگوار بزنیم. خیلی خوشحال هستم که شما دو قهرمان عزیز را، دو شخصیت و بزرگوار که باعث افتخار سرزمین ما افغانستان هستند را در اولین برنامه هفت گنج با خود داریم. خانواده بهاوی را داریم امشب با خود ما، قهرمانی که همگیتان با چهرهش با افتخاراتش آشنا هستند، نثار احمد بهاوی. و در کنارش برادر بزرگوارش دکتر صاحب بهاوی با ما هستند. خیلی خوشحال هستم که شما را دارم با خود ما البته در اولین برنامه هفت گنج. از شما آغاز میکنیم صحبت ها را دکتر صاحب و امیدوار هستم که موفق و سربلند باشید. بفرمایید. تشکر. من به نوبه خود سلام احترام تقدیم میکنم به شما و گردنده ای برنامه. تشکر میکنم از تلویزیون خورشید که ما را به مساوی اولین مهمان های برنامه گرفتن و سلام ویژه دارم به کسانی که حاضر هستند در تالار و با حوصله تمام ما را همراهی میکنند. سلامت باشین. خیلی زیاد خوشحال هستیم که شما را با خود داریم و نثار احمد بهاوی قهرمانی که همیشه بیرق افغانستان را به اهتزاز در آوردن در مسابقات مختلف. خیلی خوش آمدین، موفق باشین. صحبت ها را آغاز کنیم. تشکر. سلام به شما و به دوستانی که اینجا تشریف دارن. هم خوش هستم که در برنامه اول دعوت کردیم. تشکر از تلویزیون خورشید. اما جگرخون بایی هستم چون اولین برنامه است و دیگرها از ما تجربه میگیرن، پولا را زیاد میگیرن و ما شاید کم میگیرن. خب چون اولین برنامه هست و شما هم اشتراک کردین، سوالا هم هست. من میفهمم که هر کدام تا نام خدا در کنار از اینکه یکی تان ورزشکار هستین و یکی تان مصروف فعالیت های اجتماعی هستین، دکتر هستین، در کنار از این همه ما شما دوره مکتب دانشگاه سپری کردین، معلومات در ذهن ما میباشه. ما براتون آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم موفق باشیم و شما برنده 1,000,000 افغانی باشین. من میفهمم که ایره حتما شما برای هموطنهای بی‌بزاحت ما شاید کمک کنین، شاید نه حتما. خب بزرگترین جایزه هفت گنج 1,000,000 افغانی و پولا را همونطور که میبینین از یک افغانی شروع شده تا به 1,000,000 افغانی که بزرگترین جایزه هفت گنج هست. هفت پرسش داریم. هر قدر که به مراحل بیشتر یعنی نزدیکتر شویم که برنامه تمام شود هفت پرسش شما پاسخ بگوین، سوالا کمی دشوارتر میشه. اما سوالای اول هم خب یعنی میتونیم براتون بگیم از تمام مضامین درسی میباشه. 30 میله‌ای که شما در مقابلتان میبینین، این 30 میله هم با پول هست، هم بدون پول هست، هم میله خالی هست. 18 میله با پول داریم ما.
و 12 میله بدون پول داریم. شما در صورتی که سوالی را از شما میپرسم شک دارین، میتونین از میله ها کمک بگیرین، کوشش کنین میله خالی را از برنامه حذف کنین، باز یک گزینه نادرست حذف میشه. اگر میله با پول را خدای ناخواسته از برنامه حذف کنین، باز همون پول را از دست میتین. متوجه شدین تمامه؟ کدامش خالیست کدامش خالیست؟ ای دیگه بر ما هیچ معلوم نیست و بخاطر از این که یعنی برنامه معلوم شود که شفاف هست و کاملا دقیق هست، ما از همکارای ما خواهش میکنیم تو همین لفافه برنامه هفت‌گنج بیارن که تمام پول ها و میله ها که در پیش روی ما هست تمامش مشخص است. پس یک کف بزنیم و بخیر آغاز میکنیم برنامه هفت‌گنج امشب. در این پاکت تمام میله ها هست و شفافیت برنامه در وقت اخیر به معلوم میشه که این میله ها کاملا پول که دارن نداره، پول هایی که هست تمامش در این لفافه معلوم میشه. اما خوب است که بریم به سراغ اولین پرسش. خب اولین پرسش امشب هفت‌گنج، در صورت کمبود آهن در بدن یکی از عوارض زایل به میان میآید. الف، باعث بلند رفتن فشار می شود. ب، باعث شبکوری می شود. جیم، باعث تب و لرزه و سردردی می شود. و دال، قدرت انتقال اکسیژن کم می شود. ای از دنیای طبابت هست و می فهم دکتر صاحب دیگه مثل آب خوردن باشه براتان. اولین سوال همی است؟ ما گفتن سوال اول، دوم، سوم قدر آسان است. خب، حال گزینه کمکی هست. اگر هیچ شک ندارین و نمیفهمین که کدام گزینه درست است، 1,000,000 افغانی را ما از شما میگیریم و از این سوال میگذریم. اما اگر در 1-2-3 گزینه شک دارین و سراغ میله ها برین، کوشش کنین میله خالی را از برنامه حذف کنین، باز گزینه او یک گزینه یا دو گزینه نادرست را حذف میکنیم. انتخاب در دست خودتان است. جواب میفهم بخاطر میلا میریم که میلا کم شد برای آخر برای ما فرصت میریم. درست است؟ با گزینه میلا میریم. درست است. کدام تان میریم به سراغ میله ها؟ من میریم. درست است. نثار احمد بهاوی به سراغ میله ها میره و ببینیم که در اولین انتخاب میله ها، میله با پول دست برنامه هست میکنه یا بدون پول؟ نثار جان چند میله را اخبارم؟ دقت داشته باش که میله بدون پول را از برنامه حذف کنی و اگر با پول هم باشه این خوششانسی دیست که پول های کم از برنامه حذف شده. چند میله را میتونم؟ تا دو میله که سبز باشه را نکشی، یعنی تا مثلا دو میله که سبز باشه را از برنامه حذف کنی، تا او حق داری میله ها را انتخاب کنی. اگر که پول های زیادی را مزدست دادی، خب او هم از بگویم که داری خودت کم کم پول های زیاد از برنامه حذف میکنی. یعنی میتونی تا زمانی که میله سبز و میله خالی باشه دو گزینه داری که انتخاب کنی. میریم به سراغ میله ها. خب کدام میله را انتخاب میکنی؟ میتونی از دکتر صاحب مشوره بگیری یا اینکه خودت کدام میله را در نظر داری؟ یکی از شماره دلخواهی انتخاب کن. شماره دو؟ خب همون دو را در یک انتخابت باش، همونجا بالای میله دو باش. خب چرا میله شما طرف ما ببی نسا جان آه. چرا میله شماره دوم را انتخاب میکنی؟ چرا دوم؟ همون تو خوشت آمد. درست. چون نمیفهم ده کدام میبینیم که نثار احمد بهاوی با اولین انتخابش که میله شماره دوم را انتخاب کرده، آیا میله با پول هست یا بدون پول؟ هر دو دستت را بگذار و انتخاب کن. کف بزنیم. ما خواستیم که خودت را کمکی بترسانیم. خیلی خوب شد که پول کم را از برنامه حذف ساختی و اولین میله عالی بود. بله و میتونی که چندین میله را انتخاب کنی در صورتی که دو گزینه یا دو میله که خالی باشه از برنامه حذف کنی و دو گزینه نادرست حذف شود، تا اون زمان خودت میتونی میله انتخاب کنی. حالا برو به سراغ میله بعدی. فرصت داری به انتخاب دیگم. کدام میله؟ یاره دور مانده ما به زحمت زیاد نشیم. شماره چند؟ از خاطر شماره 19. آها خب نثار احمد بهاوی خودش یک ده افغانی را دور کرد. خوش شانس بود. میتونیم بگوییم میبینیم میله شماره 19 هم خالی هست یا 1,000,000 افغانی را یک دفعه از دست دادی. خب هر دو دستت را بگذار و انتخاب کن. بله کی بود؟ من بود.
یک جواب ناصیر هست نثار جان. یک میله بدون پول از برنامه هست ساختی و یک گزینه نادرست از برنامه هست میشه و حال دکتر صاحب خودت همینجا هستی. این سه گزینه‌ای که در مقابلت هست یکش انتخاب کن تا یک گزینه نادرست هست شوه. خودم چک کنم. خب بگذار همینجا که ما ببینیم که ای الف هست، بی هست، روش دور بتین دکتر صاحب. جیم یعنی باعث تب و لرزه و سردردی که می شود این گزینه نادرست است. این حذف شد. حالا فقط سه گزینه مانده دکتر صاحب. یک من حذف کردم. ها بله خودتان حذف کردین. یک گزینه نادرست حذف شده، فقط سه گزینه مانده. یا باعث بلند رفتن فشار میشه، یا باعث شبکوری میشود، و یا اینکه قدرت انتقال اکسیژن کم میشود. دکتر صاحب، نثار جان، اگر باز هم سر این سوال که سه گزینه مانده شک دارین، میتونین باز هم از میله ها کمک بگیرین. میله ها ببخشید، یک گزینه را برادرم حذف کرد. یک تا رو من حذف کردم. نه، جیم حذف شد. چرا که شما میله خالی را دور ساختید، جیم حذف شد. بازم به سراغ میله ها بریم. نسار جان، میله دیگر هم کم میکنیم برای بعدا فرصت زیاد میشه. خب میله انتخاب در دست خودتان است. پس نسار جان میله بعدی را انتخاب. میله در جمع من سر میله تشویش نه. 20. انتخابات تا فعلا خوب است. من میگم که خوب پیش رفت. شماره 20. شماره 20 را نثار احمد بهاوی انتخاب کرده و کمکی میترسه که 1,000,000 افغانی را از دست نده. پس انتخاب کردی، هر دو دستت بگذار و ما هم ببینیم با پول است یا بدون. نثار احمد بهاوی واقعا شاهکار کردی. دو میله خالی را حذف کردی، حالا میتونی به جای خود تشریف بیاری. و دکتر صاحب، میله در جمع من، سوال در جمع برادر. باز هم یک جواب نادرست دیگه حذف میشه. از این دو گزینه یک دیگه انتخاب کنیم. بله. ب حذف شد و حالا دو گزینه ماند. کاملا دقت داشته باشین. دو گزینه ماند. جیم و ب حذف شد. الف و دال مانده. از این دو تا یک شان انتخاب میکنیم. دال؟ دال انتخاب میکنیم. مطمئن هستین؟ انتخاب میکنیم. نثار احمد، خودت گفتنی نداری؟ ما اون مسئولیت هم هست. درست است. پس کاملا مطمئن هستی که این گزینه درست است؟ نظرم باید درست باشه. خب. تغییر نکده باشه تو به روزی. درست است. یک رای گنجشکک. خیلی خوب. پس با هم یک جا میبینیم که آیا باعث یا قدرت انتقال اکسیژن کم میشه در صورت کمبود آهن یا خیر. پس با هم میبینیم که آیا این گزینه درست است؟ تبریک میگم براتان. توانستین که گزینه درست انتخاب کنین و به مرحله بعدی راه پیدا کردین. عالی بود. خب دومی سوال را با هم میبینیم که دکتر صاحب و نثار جان آیا پاسخ میتونن گفته یا ای که باز هم با کمک میله ها گزینه های نادرست حذف شود تا بگونه راحت جواب درست را پیدا کنند. میبینیم با هم پرسش دوم را. خط سرحدی پامیر بین افغانستان و کدام کشور هست؟ خط سرحدی پامیر بین افغانستان و کدام کشور هست؟ الف افغانستان و چین، ب افغانستان و تاجیکستان، جیم افغانستان و ازبکستان، و دال افغانستان و ترکمنستان. کدام تا ما طرف میله ها میری؟ من اگر خوب نتیجه گرفتم. چند سال تفاوت سنی داری؟ کم، 2 سال. خب خورد استی خیلی خود دو یکم جوان معلوم میشه. درست است. ورزشکارا البته همیشه هر قدر که سنشان هم بزرگتر شدن جوانتر میمانند. نثار جان کدام میله را؟ مثلا من 21 ساله معلوم میشم نه؟ 21 ساله؟ نگه نه امام در جان دولت نخواد که بزنید. این دفعه از دوبخر گرفتم، حال از واسطا میگیرم. کل پیسا ها میجه نماشه. کدام میله را انتخاب میکنین؟ اگر میخواین میتونین از برادرتون ها مشوره بگیرین در جریان انتخاب میله ها. لالا میرویس؟ هیچ برای مشکل نیست. یک رسل کنم؟ 18-1 کدام شد؟ کدام میله؟ دقت داشته باش میله خالی را از برنامه حذف کنید تا یک گزینه نادرست حذف شود. 3. میله شماره 3؟ 3. میله شماره 3 را نثار احمد بهاوی انتخاب کرده و مشوره لالا میرویس. پس هر دو دستت بگذار و ببینیم که با پول است یا بدون پول. چند؟
1,000,000 افغانی را شما از دست دادین. 1,000,000 افغانی را شما از دست دادین. در دو البته میتونم بگویم که در دومین سوالتان انتخاب میلهتان خوب نبود. 1,000,000 افغانی را از دست داده. میله های خیلی زیادی مانده. 23 داریم. 23؟ بله، میله شماره 23 را نثار احمد بهاوی انتخاب کرده. امیدوار هستیم که یک افغانی را از برنامه حذف کنین یا ای که خالی باشه. پس با هم یک جا میبینیم. هر دو دست بگذار نثار احمد و انتخاب کنیم. خیلی خوب و یک جواب نادرست حذف میشه در دومین سوال هفت‌گنج امشب، چرا که میله خالی را از برنامه حذف کردین. و دکتر صاحبم یک از این میله ها یا یک از این گزینه ها را انتخاب میکنه تا معلوم شد کدام گزینه را از برنامه حذف کنیم. الف. الف. افغانستان و چین نیست. ای حذف شد و حالا فقط سه گزینه مانده. دو نادرست و یک درست. حالا یک سوال همینجا قبل از اینکه یازن انتخاب کنی، مسابقه ای که کرد یک ورزشکار بسیار نامدار باشه، او حراس داره یا این اشتراک در هفت گنج که امیال میله ها را انتخاب کنی؟ از کدام زیاد؟ پایسه رقم خوب چیز است. پایسه خوب چیز است. راستی که پایسه خوب چیز است. پس انتخاب کن میله شماره 11. پایسه اونجا میفهم 1,000,000 نزد دستت میره نه؟ نمیتونیش گرفته. میله شماره 11 را ببینیم که با پول است یا بدون پول. هر دو دستت بگذار و انتخاب کن. 150,000 از دست داد نثار احمد بهاوی و دکتر صاحب. چرا میخندین دکتر صاحب؟ کار خوب کرد. خیر باشه. مشکلی است که در یک سوال عزم میشه، مجبور است آدم شکنه یکم. اگه چانس باید باشه دیگه برنامه. خب خیر باز ما قدر گزینه‌های دیگه داریم. باز خوصم کسایی که برنامه اول اشتراک میکنن. نه خب اینال خدا کنه که شما تا مراحل بعدی هم باشین و میله های خالی را حذف کنین. هنوز میله ها زیاد مانده، پرسش زیاد است، ناامید نباشید. پول ها خیلی زیاد است. اگر 1,000,000 افغانی را از دست دادین، پول های خیلی زیاد مانده. مثلا 250,000 مانده، 225,000 مانده و حتی اگر کمترینش هم ببینیم همون 20,000 هم 20,000 است که مانده هنوز. بیا خب. میریم به جواب ها میریم نسا جان. میریم به سراغ میله بعدی. باز میریم. بگیر. یک نمبر خودت بگو. بگیر. کدام؟ یک شماره رو خودتان بگیر. 18. خب میله شماره 18 را دکتر صاحب انتخاب کردن. اگر پول زیاد باشه باز کل پول هم میتونی از دکتر صاحب دوباره بگیری؟ باز دوره در خانه کتش کرد. در خانه هم داشت گفت میزنه. خدا کنه دکتر صاحب خدا همراه شما باشه که پول کم باشه یا بدون پول باشه. انتخاب کنین هر دو دستتان را بگذارین که میله شماره 18 خالی هست یا پول داره. 5,000 است. نسا جان پول های کم که دور شوه به نفعتان هست. آه بله. خوب است. 1,000,000 دیگر هم میگیریم؟ 1,000,000 دیگر هم میگیریم. بله انتخاب دست خود شما هست. خدا کنه که میله خالی باشه. امی طرف های کم امرایم خوب بود. خب نو میله شماره 6 هست. 6 است. امیر انتخاب میکنه. 6. درست است. میله شماره 6 را انتخاب میکنن. یک گزینه نادرست تا حال حذف شده. اگر این میله خالی باشه گزینه نادرست بعدی هم حذف میشه. پس شانس خوب برات میخوایم ببینیم. 70,000. دکتر صاحب چک چک کردی؟ چرا در 70,000 چک چک کردی؟ کافیز بیا. خیر. قبل از اینکه بفرستی ما کنی بیا بس. یک تا دیگه هم باید. اما دکتر صاحب اگر میگی که بیای و انتخاب کنین جوابتون نادرست باشه باز از برنامه هست میشه. نادرست نخواد. یکی از انتخاب کنین. بله. آخری. نثار احمد بهاوی باز هم به سراغ میله ها رفت. 14-13. فال میبینه نثار احمد که کدامش انتخاب کنه. بسم الله گفته انتخاب کن. کدام میله؟ 16 است نه؟ 16 بله. میله شماره 16 را انتخاب کرد. یعنی میتونیم بگوییم یک ریسک اینجا گرفته این دیگه که چی هست. خب میبینیم با هم که انشاءالله آرزو دارم که میله خالی باشه. میبینیم با هم. اگه منورم از دست نزده بودم رفت. نه ولی انتخاب کردم. میبینیم با هم. بریم 1,2,3. چند است؟ آه خوب است. مگم بازم خوب نیسته.
اگر پول زیاد از دست میتین باز خیره، پولای کم هم از دست میتین بخاطر بالا ایک سب نشه هیچ مزه نمیتن چک کردن. یعنی واقعا گپت من قبول میکنم، میله خالی که از شبه لذت دیگه ای داره. باز هم میله انتخاب کنین، خدا کنه که میله خالی باشه و اگر خالی هم نباشه یک افغانی را دور بسازین از برنامه. کدام میله؟ مثلا اگه در راه خراب روان هستیم بگو نریم. نه راه درست است. باز هم انتخاب دست خودتان است. میله شمار 4. میله شمار 4 را انتخاب میکنن با اینقدر میله هایی که هست شده ببینیم میله شماره 4 با پول یا بدون پول است. ما فکر کنم اینال خاطرتان جمع شد، یک افغانی از برنامه دور شد، گپ خوب است و دکتر صاحبم خوشحال شد، نثارم خوشحال شد. اگر خدای ناخواسته یک افغانی را میبردین بازو وقت چی میکردین؟ خب نثار جان روحیه گرفتی؟ بیا کافیز بیا. اما دکتر صاحب شما پاسخش پیدا کردی؟ فکر کنم پیداش کردم. فکر کنین؟ درست است، ما هم احترام قائل هستیم برای فکر و اندیشه شما دو نفر. کدام گزینه را پس انتخاب میکنین؟ الف حذف شده. بی یعنی افغانستان و تاجیکستان؟ اگر کوهای پامیر دو بخش نشده باشه افغانستان تاجیکستان. خب پس میبینیم که آیا این گزینه ای را که دکتر صاحب و نثار جان انتخاب کردن درست است یا خطا. ما براتان تبریک میگم. ای فقدر اول ما گفتیم که تاجیکستان، ای فقدر میلا رایف کرد. خیره پول کم بود، پول کم بود پیدا شد. یک میلیون قسمت نبود. میریم میبینیم که چند میله با پول مانده و چند میله بدون پول. 11 میله با پول مانده و 9 میله بدون پول مانده. شما باید کوشش کنین که میله هایی که خالی هست از برنامه هست کنین اگر شک داشتین بالای سوالی. سومین سوال امشب را با هم میبینیم. آماده هستین با خاطر سومین سوال؟ درست است. میریم به سراغ سومین سوال که از دنیای ورزش هست و میپرسیم از اینا. اولین مسابقات المپیک در کدام سال برگزار شد؟ الف 1858، ب 1860، ج 1859 و دال 1871. میلا کمک میرین. درست است. نثار جان برو به سراغ میله ها و اگر میله خالی ده از برنامه هست کردی گزینه های نادرست هم هست میشه و اگر شک هم داشته باشین کمی کمکتان میکنه. شکرم این میله هم هست. شکر سر میله ها. بله در ورزش در زمانی که مسابقه میری سر چی شکر میکشی؟ عریفم از پاکستان باشه. خب کدام میله انتخاب میکنی نثار جان؟ کدام میله؟ این طرفای ساخو رو. خب او دفعه که نظر دادی چند بار آمده؟ من ندادم نظر. نظر دادی؟ کدام تانی یک میلیون افغانی رو حذف کردی؟ پنج رو پا خودش برداشت. خودش نه یک طور خودت گفتی؟ پنج رو پیر بود. خب خیلی خیر میشه میگذاریم. پنج هزارا. کدام میله؟ اینی جه دو میله رو نه که باز ما در خانه حسابی میکنیم. درست است. این دو میلیارد گرفتم پول کم بود یا ایت نبود؟ حالا کدام میلیارد انتخاب میکنین؟ شاید یا من میگم ایجا دیگه انتخاب باشه. از وسط گرفتم بیخی خرابی کردم. همین بغلا خوب است. خب انتخاب در دست خودت است. هر کدام خودت انتخاب میکنی. پنج. خب نثار جان میله شماره 5 را انتخاب کرده. بچ آرزوی موفقیت میکنیم انشاءالله که میله خالی باشه. میبینیم با هم. خوب است. بسیار خوب. پایسی. همین نمره پایین بخیارم نمره... پایین هست. بله. 500 افغانی پول خیلی کمی هست و این میتونم بگویم که شما خوششانس بودین که ایرام از برنامه حذف کردین. میله بعدی رو انتخاب کنین نثار جان؟ 18 میله سبز داشته مانه؟ فعلاً 10 میله بدون پول مانده. خب. و کوشش کنین که خب نو میله بدون پول مانده. نو میله بدون پول. نو میله از ما یک تاش بدون پول نمانده. در بین این میله هایی که فعلا مانده نو تای از او بدون پول هست. اول سر 24 رفته بودم پس از این رفتم. امینم میگیرم باز. درست است. نثار جان میله شماره 24 را انتخاب کرده. برش آرزوی موفقیت دارم.
بهتر. خوب است، خوب است، خوب است. نسار جان، سبز برای به طرف این پولا یک بار نگاه کنین. پولهای کم سه دانه مانده، 30,000 افغانی، 20,000 افغانی، 10,000 افغانی. این خودش برای شما یک روحیه میده، اما پولهای زیادتان خیلی زیاد مانده. و ببینیم که این نو میله خالی را پیدا میکنین یا خیر. میریم به سراغ میله بعدی. این طرف نیست. 12. 12. میله شماره 12. چرا؟ شک داری بازم دهی؟ آمش تبدیل کنم؟ تغییرش بده. بله، مشوره کنین، انتخاب دست خودتان است. به طرف پولهایتان ببینین، به طرف سوال ببینین، راحت باشه. کدام میله؟ 13. 13. نثار جان میله شماره 13 را انتخاب کرد، در صورتی که اول یک میله را انتخاب کرد ولی دوباره زود منصرف شد و گفت میله شماره 13 را انتخاب میکنیم. آرزو دارم که میله بدون پول باشه. میفهمین چرا او را نکردم انتخاب؟ بخاطر چند بود؟ 21 بود نه؟ 21 اونجا 2000 22 50000 ایدم گفتم دو نباشه. درست. پس 13 را انتخاب کردیم. هر دو دستت بگذار و انتخاب کن. ببینیم که با پول هست یا بدون. واقعا نثار جان و دکتر صاحب خیلی خوب درخشیدین و حال دکتر صاحب خودت همینجا یکی از این گزینه‌ها را انتخاب کن. ب حذف شد، یعنی در سال 1860 نبود و حالا سه گزینه مانده. اگر بازم شک دارین که از میلا کمک بگیرین. میلا ها شک دارین؟ نثار جان، سبز دیگر را میکشم. یعنی 8 میله بدون پول دیگه که مانده پیدا کو. 8 میله دیگر کدام میله را انتخاب میکنین؟ خب خیلی زیاد دقت تمرکز و ببینیم که این دقت و تمرکز نثار چی کار را انجام میده. 8. میله شماره 8 را در این لحظه حساس هفت‌گنج نثار انتخاب کرد. هر دو دستت قلبتان ضربان قلبتان سریع‌تر شده. خب پس هر دو دستت بگذار و انتخاب کرد. 175,000 افغانی از برنامه امشب حذف شد با انتخاب میله شماره 8 نثار احمد بهاوی. اما تشویش نکنه خیره، پول کمتان هم قدر حذف شده، اما پولهای زیاد هنوز زیاد زیاد تعداد زیادش باقی مانده. میله بعدی را انتخاب کن نثار. 7. میله 8 گرفتی؟ و حالا میخوای کدام میله را انتخاب کنی؟ بلنده بگیریم یا بگیریم؟ کدام شماره؟ یک بگیر. به گفته یه نثار، نثار خودت برادرت لالا میرویس صدا میکنی در خانه. لالا میرویس برش گفتی که یک انتخاب کنم؟ درست است. میله شماره 1 را انتخاب کردی. آرزوی موفقیت برات دارم نثار. انتخاب. حال میتونی بجایت بیایی نثار. یک گزینه نادرست دیگه هم هست، میشه براتان میتونم بگویم دو گزینه مونده براتان شاید آسان تر شوه. ما هم برگفتیم نثار میگم لالا میرویس خودت یک گزینه انتخاب کن. دال. دال و ب هست شد، دو گزینه مونده، الف و جیم. و حالا باید یکیش انتخاب کنین که کدام گزینه درست است. جیم. جیم؟ جیم. 1959. میبینیم که آیا این گزینه درست است یا خیر. اگر الف انتخاب میکردین دیگه حالا باید که خدا تیره خیر بده، عزت بده، مکاری نکردیم. پرسش بعدی. خب رسیدیم به پرسش چهارم هفت‌گنج امشب و 8 میله با پول مانده و 7 میله بدون پول مانده. خب چهارمین پرسش را با هم میبینیم که پاسخ میگن یا باز هم به میله ها میرن. خب در وجود انسان به طور متوسط چند لیتر خون میباشد؟ گزینه الف 7 لیتر خون، ب 6 لیتر، جیم 4 لیتر و دال 5 لیتر. در وجود انسان به طور متوسط چند لیتر خون وجود دارد؟
یا می باشد. من میرم طرف میله. به سراغ میله ها میرین؟ درست است. تصمیم خودتان هست، به سراغ میله ها میرین. هر میله ای را که شما انتخاب میکنید ما هم میبینیم. خب نثار جان، در چهارمین پرسش کدام میله را انتخاب میکنین؟ اولین میله را که شما انتخاب میکنین میبینیم. براتون آرزوی موفقیت داریم. میله شماره 3. میله شماره 3 را نثار انتخاب کرده. ما هم میبینیم که با پول هست یا بدون پول. نیست 10000 نیست، بدون پول هست. میبینیم با هم. یک. چند دفعه یک دست بانم. دو. سه. بسیار عالی، بسیار عالی. میله بدون پول هست کردین از برنامه و دکتر صابیجه خودتان هم یکی از این میله ها رو انتخاب کنین تا یک گزینه نادرست حذف شود. الف 7 لیتر نیست، حذف شد. بس سراغ میله بعدی نسا جان. کدام میله؟ از دو طایفه نمیگیرم. خب میبینیم که نسار کدام میله رو انتخاب میکنه. میله شماره 10. میله شماره 10 منصرف؟ نه نه نه، هفت. هفت نگفتی؟ ده هفت، ده هفت. کدام؟ مشکوک نباش، خوبه. شروع میله شماره 7 را نثار انتخاب کرده. با هم میبینیم. خیلی عالی، واقعا عالی. نثار جان میتونی بجای تشریف بیاری. دو میله، البته در انتخاب اول دومت هر دو میله میله خالی بود که دور ساختی و خودتان دکتر صاحب یکی از این میله ها را انتخاب کنی. جیم. الف و جیم هست شد، بی و دال مانده. در وجود انسان به طور متوسط چند لیتر خون وجود داره؟ بی 6 لیتر خون و دال 5 لیتر خون. الف و جیم از برنامه حذف شده. دال میگیره. دال؟ دا. مطمئن؟ مطمئن. پس شما زمانی که مطمئن هستین و دو میله کمام از برنامه، دو میله خالی از برنامه حذف کردید، ما هم میبینیم که آیا 5 لیتر درست است یا خیر. امشب نثار جان و دکتر صاحب توانستن تا این مرحله پیش بیاین با پاسخ گفتن تمام این 4 سوال که فقط 3 سوال دیگر مانده. 8 میله با پول و 5 میله بدون پول. کوشش کنین که 5 میله بدون پول از برنامه حذف کنین و به نظر من که دیگه باید تشویش نکنین. اگر 5 میله بپول هست ساختیم اینی قطار رو بخیر پس کنیم. اینی قطار باز خیر. انشاءالله که موفق باشین. براتون آرزوی موفقیت میکنم. میبینیم پرسش بعدی که از کدام مضمون هست و مربوط کدامتان میشه. اما فکر کنم که هر دویتان آمادگی داره دیگه. برای اولین بار خدمات پوستی در کدام قاره جهان به میان آمد؟ الف امریکا، ب اروپا، جیم آسیا، دال استرالیا. میله ها میریم. میله ها را میریم. پس راه میله ها میریم. جوابم تقریبا فهمیده ایم، منتها میریم با میله. خب به خاطر از اینکه شک دارین میخواین کمک کمکتان کنم. میله ها درست است. پس نثار احمد بهاوی دوباره میره به سراغ میله ها. براش آرزوی موفقیت میکنیم. به افتخارشان کف بزنیم. خب کدام میله را انتخاب میکنی نثار؟ باشه داخلش برم. ببینیم که نثار این بار کدام میله را انتخاب میکنه؟ کدام میله؟ دیگه میپالی میلای کم ها دیگه، میلایی که پولش کم باشه یا میلای خالی را؟ سیگنال میتن برد که کدامش کم است؟ نه ایجا، معلوم نمیشیده، کلش یک رنگ است. خب، 15-17، نمیرس کدام؟ 15-17، هر کدام شدن که 15 را سلک کردی برو سن؟ والا من اولمپیک صحیح نگفتی برم داشان 17 برم 17. کدام میله را انتخاب میکنی؟ 17؟ آه، نظرم صحیح؟ خوب است، مشکل؟ مطمئن استی نسا؟ نه، برو پیش برو انتخاب کن. باش لالای خفه نشه. 17، 15. خب 15 را فقط وقت از اینکه لالایت خفه نشه انتخاب کردی؟ نثار میله شماره 15 را انتخاب کرده. ببینیم که با پول است یا بدون پول. هر دو دستت بگذار و انتخاب کن.
چند را؟ 250,000 که بزرگترین پول بود فعلا در برنامه از دست دادیم. اما از 225,000 250,000 زیاد کم نشد. پول میرم در جانم عبده که ببینیم که میترسیم که 225,000 نباشه. کدام میلر انتخاب میکنین؟ دوباره آمدی بالای میله عبده؟ پس هم عبده آمدیم. درست است. پس میبینیم که این میله عبده پول زیاد هست یا پول کم یا میله خالی هست. هر دو دستتا بگذار و انتخاب. 100,000 افغانی از برنامه امشب حذف شد و حالا پول مساوی است. سه پول زیاد داریم و سه پول کم. 225,000، 200,000، 125,000، 30,000، 20,000 و 10,000 پول هاییست که در هفت‌گنج امشب نثار احمد بهاوی و دکتر صاحب با خودشان دارند. اگر برم ده. انتخاب دست خودتان است. میله شما را در نثار احمد بهاوی انتخاب کردم. این دفعه از این ببینید یک تای دیگه هم عالی هست. 4 میله بدون پول مانده. فقط 4 دانه؟ 4 میله دیگر اگه دور بسازین. 4 و 4 هست. میله های خالی از برنامه کاملا 6 تا پول دار است، 4 تا بی پول. اگر این 4 میله خالی از برنامه دور شوه، میله های گزینه های کمکی تان دیگه کمتر میشه. و حال میایم به پیش دکتر صاحب که یکی از این میله هایی که در مقابل تان انتخاب کنید تا یک گزینه نادرست حذف شود. الف آمریکا حذف شد، یعنی برای اولین بار خدمات پستی در آمریکا با وجود نیامد. پس حالا شک دارین از میله ها کمک میگیریم؟ مشکل نیست. یک تا دیگه میله میگیریم باز بازو میرسه. خب یک تا درست. اگر پولدار بود یا بی پول بود یک تا. او را من سبز میکشم. خب نثار احمد بهاوی میله خالی از تصمیم داره. اینجا کلش خراب بود والا. کدام میله؟ همین شش. نوس؟ نو است. آه نوس؟ نو بله. نو. میله شماره 9. آرزوی موفقیت برای نثار. ببینید. 10,000. آه صحیح. خوبه. یک تا سبز باید بکشم. یعنی کمترین پول فعلا همین 10,000 افغانی بود که دور ساختیم. خوب شد. میله بعدی؟ میله بعدی واقعا که لحظات حساس هفت گنج هست. پول ها هم سه پول زیاد دو پول کم مانده و نثار هم خیلی زیاد تمرکز داره تا میله خالی را از برنامه هست. لازم نیست دفعه اینجا بیاست یک سخت هست ساده معلوم میشه. خب مهم نیست کدام میله را انتخاب میکنی؟ اگر پول بخواد به اساس سوالا می بود در اوج دقت جنجال بود، اما اگر ما کل سوالا رو حل کنیم بازم مجبور هستیم به اون مرحله بریم. بله. به اون خاطر استرس نگی. پس انتخاب کن. نثار خیلی راحت زوزو دارم انتخاب کردن چی میگن؟ 22 حواست جمع بساز و انتخاب کن. میله شماره 22 خیلی زیاد تاکید کرده نثار که 22 22 22 میبینیم 22 تأکید نثار بناحق نبود که گفت 22 22 22. خب یک گزینه دیگه هم حذف میشه البته از پاسخ نادرست. کدام؟ دال. الف و دال حذف شد. آمریکا و استرالیا حذف شد و فقط ب و جی مانده. اروپا یا آسیا برای اولین بار خدمات و پستی در کدام قاره جهان به میان آمد؟ اروپا یا آسیا؟ خانه اروپا. اروپا. اروپا؟ خدمات پستی مدرن البته. مدرن از دیگه یام نثار احمد بهاوی و دکتر صاحب گزینه ب را انتخاب کرده. با هم ببینیم. ششمین سوال با هم ببینیم که کدام سوال هست. رسیدیم به ششمین سوالی که قرار است از اینا ما بپرسم. خدا کنه که بتانن پاسخ بگوین. و همونطور که شما بیننده هستین ما سه پول زیاد داریم و دو پول کم داریم و میله ها را هم که دیدین که نثار احمد بیشتر توانست که میله های خالی را از برنامه حذف کنم و اینا هم پاسخ را به گونه درستش جواب دادم. خب قبل از اینکه از مثلا یک ملاقات داشته باشین یا اینکه به طرف دفتر برین یا هر جایی که برین مهمانی برین آخرین
جایی را یا با کسی که آخرین دفعه آخر که از خانه میخواین بیرون شوین ملاقات میکنین، با کی هست ملاقات میکنین؟ معلوم دار است که با خودتان است. اگه فهمیدین که چطور؟ چه رقم؟ با آینه میبینین. سوال ما در مورد آینه هست، جالب است نه؟ درست است. سوال ششم من میخوانم که این سوال ما چه قسم است؟ آینه در کدام سال اختراع شد؟ الف 1604، ب 1603، جیم 1602 و دال 1601. کدام؟ ما گفت ما را از شده بگیریم. برو با میلا. اما یک بار شانس خودتانم بازم آزمایش کنید. خب نسار میلا به سراغ میله ها که کدام میله را انتخاب میکنه؟ بفرمایم نسار جان. کدام میله؟ 28. 28. نثار احمد بهاوی میله شماره 28 رو انتخاب کرده. براش آرزوی موفقیت میکنیم و با هم میبینیم. خیلی عالی، واقعا عالی. میله خالی را حذف کردین و شما؟ من یک سواله. جیم. جیم حذف شد. 1602 حذف شد. یعنی که نیست این سال. و میله بعدی نثار جان؟ کاش که سه دانه سبز می بود، نه؟ خب میله بعدی 28 کم آوردن. میله ها خیلی کم مانده. بسیار کم مانده. 26 هم نه. 7 میله باقی مانده. 7 میله باقی مانده. 21 است و 12 نه؟ بله. 12. میله شماره 12 را نثار انتخاب کرده. انتخاب کردی؟ مطمئن هستی؟ نه 21. خب منصرف شد. منصرف شد. خودش با انتخاب خودش با تصمیم خودش گفت میله شماره 21 انتخاب میکنیم. میبینیم. یک سبز دیگه. آه اونجا پس نکرد چی رفت؟ چون یک سبز دیگه. جیم هست شد. از کدام سو؟ خب 225 هزار که بزرگترین و بلندترین پول در برنامه امشب تا حال بود او را از برنامه حذف ساختین. اما نثار جان، دکتر صاحب، هیچ تشویش نکنین. 200 هزار، 125 هزار، 30 هزار، 20 هزار هست. میله بعدی را انتخاب کنین. همی باش. چند پیشتر چند بود؟ بیشتر 21. آ 21 و آ 21 میگم. فقط و فقط 6 میله باقی مانده. 21 و 12 را میگم. 12 میله شما را 12 را انتخاب کردن. با هم میگیم. خیلی عالی، تبریک. بجایتان بیاین میله خالی رو حذف ساختید و حالا دکتر صاحب خودتان رو انتخاب کنید. الف، الف که 1604 هست و جیم که 1602 هست از برنامه هست شد که این سالها اشتباه بود هست شد و حالا فقط دو گزینه مونده، یکیش درست است یکیش نادرست. یا 1603 یا 1601. کدام؟ ب. چند؟ دو گزینه حذف شده. الف و جیم حذف شده. فقط ب و دال مونده. یعنی گزینه ب؟ بله. دیگه. خب مطمئن؟ نه مطمئن نیستم. درست است. درست است. با هم می‌بینیم. آینه در کدام سال اختراع شده؟ این دو اشتراک کننده عزیز ما گفتن گزینه ب 1603 درست است. با هم می‌بینیم که آیا درست است یا خیر. متاسفم براتان. بالاخره ای آینه کار دستتان داد. جواب درست ما هست 1601. آینه در سال 1601 اختراع شده. خب خیلی زیاد خوشحال شدیم که البته امشب شما را با خود داشتیم، ولی خوشحالتر به این می شدیم که شما برنده یک مبلغ می شدید. اما به هر صورتش همی که تشریف آوردین، همی که با ما بودین، چند لحظه ما را خوشحال ساختیم، بیرنده عزیز خوشحال ساختیم. آخرین گفتنی های تان را بشنویم. نثار جان، ما پلان ها گرفته بودیم به این پیسه. انشالله که در تمام مراحل زندگیتان همیشه موفق و سربلند باشید. تشکر. شوخی کردیم زیاد و بسیار خوش گذشت.
برنامه خوشتان آمد. بسیار زیاد خوش آمد. من تا چانسای کسی که اشتراک میکنه بسیار کم است. متاسفانه چانسای من با زیاد است. ما خیلی خوشحال هستیم از اینکه اولین برنامه را با شما سپری کردیم. تلویزیون خورشید برنامه‌ای تفریح بسیار زیاد داره و ما مردم که همیشه رنج دیدیم، همیشه جنگ دیدیم، برنامه تفریح بسیار مؤثر واقع میشه برای روان انسانایی که در افغانستان زندگی میکنن. تشکری میکنم از شما، از تمام کارمندای خورشید، سلامت باشین، از رئیس، معاون، همه کارمنداش تشکر. سلامت باشین. برای خودت نثار جان موفقیت میخوایم. دکتر صاحب خیلی خوشحال شدم که امشب شما هم در کنار ما بودین. آخرین گفتنی های شما را میشنویم. من تشکری میکنم از خودت خواهر، از تمام خواهرای و برادرای که در این برنامه همراه ما بودن و در این گرمی و هوای بالاخره همراه ما تحمل کردن، برنامه را دیدن. تشکری میکنم از گردندگان و مسئولین برنامه و تلویزیون خورشید. بدون شک مثل تایید گپای نثار جان مهم ای بود که ما با جمع از هموطنهای خود در یک فضای صمیمانه خندیدیم، بله، شوخی کردیم، فرصت بیشتر شما به سوالانه و چانس رو به لک دادیم. آرزو دارم که شما از این سوالایی که بود در برنامه اگه در مورد هر کدومش اگر معلومات نداشتین چیزی را ما مخته باشین. شما هم برای هر دوتون موفقیت میخواییم. سلامت باشین. شما هم باشین در کنار ما تا ای که ما هم یک جا خداحافظی کنیم. ای بود اولین برنامه هفت گنج امشب که تقدیمتان کردیم. خدا کنه که خوشتان آمده باشه. شما هم میتونیم به برنامه هفت گنج اشتراک کنیم. به شماره تماس 0782-20-25-00 کسایی که سنشان از 20 سال به بالا باشه، یک برنامه کاملا تعلیمی، سرگرمی و آموزنده هست. ما را فراموش نکنید در برنامه های شب های بعدی. تا برنامه بعد، دیدار بعد و تا فرصتی سلامی دوباره، خدا نگهدارتان.